سلام مجدد، سلام مجدد استاد بدهایی عزیز. صدای تصویر من دارین که بله، صدای شما رو به خوبی داریم، تصویر شما رو هم داریم و لذت میبریم و آرامش میگیریم از کلام شما، از چهره شما. صحبت ما به یک جایی قطع شد، تا یه جایی بود. حالا ما در این قسمت صحبت اگر صلاح بدونین استاد عزیز، سخن در خصوص نقاط ضعف و قوت حالا این هنر موسیقی و نوازندگی بود. اگه برای جنبندی بحث فرمایشاتی دارید بفرمایید، و یک دو تا مورد سوال بود که اونم از حضورتون من جویا میشم، و دوستان و خود بنده هم این خواهش رو داریم که از نوای ساز خودتون هم ما رو بهره مند بفرمایید. بله، خواهش میکنم. عرضم بزرگ شما درباره نقاط قوت موسیقی ما. نقاط قوت موسیقی ما این جوانانی هستن که خیلی خوب دارن کار میکنن، خیلی با آگاهی با علم دارن کار میکنن و الان خیلی ما نوازنده قوی داریم. در گذشته شاید در 50-60 سال پیش تعداد نوازنده کمانچه شاید کم بودن، اما الان بیشتر از حدود 200 نوازنده کمانچه قوی داریم، همونطور سنتور تا، یعنی ما مشکل از نوازندگی نداریم، یعنی نوازنده بسیار عالی در همه سازها داریم که تکنیک های بسیار بالا دارن، نماس سازشون خوبه، صدای سازشون خوبه، و این از نقاط قوت هستش. بعد خوانندگان خیلی خوبی داره، بعضیشون شناختشون نیستن و باید کار بهشون داده بشه که مطرح بشن. اما نقطه ضعف که من در موسیقی میبینم مربوط میشه با آهنگسازی، و اینم آهنگسازی هم که یه اشاره کردم در صحبت پیش، و اینم در آهنگسازی این موضوع شده که آهنگسازی شعر انتخاب میکنه، اون رو ریتمیکش میکنه، تنظیم میکنه. نه، این نباید این باشه. یه روز من در یه جلسه بود، یه مهمونی بودیم، استاد همایون خرم هم تشریف داشتن. ایشون یه خاطری تعریف کردن. ایشون گفتن یه نفر یه شاعر آمد یه شعر من داد، گفت استاد اگه ممکنه روی این شعری آهنگی بسازید. من شعر نگاه کردم، خیلی خوش آمد، گفتم خیلی خوب باشه. گفت هر کار فکرم نشد. یه هفته دو هفته از گذشت تیشه رو گاگای نگاه میکردم، نشد بسازم. گفت یک بار داشتم از پله هم میامدم پایین، یک بیت از بساطه شعر یه ملودی آمد به ذهنم، اون ملودی آمد به ذهنم، اونو برداشتم حفظش کردم، یادداشتش کردم، رو اون کار کردم، شد فلان آهنگ. بعد بهشون گفتم آقای خودم، شما که انقدر قطعات زیبایی ساختیم و اینقدر قطعات تأثیر گذاری ساختین، موقعی که یه شعر به شما میدن در وجود شما باید یه اتفاقی بیفته که این آهنگ خلق بشه. اگه همین شعر به ما جوانا میدادن، ما این شعر رو ریتمیش میکردیم، از اول تا آخرش هم ادامه میدادیم، رحم هم نمی کردیم و تنظیم هم میکردیم و فکر میکردیم آهنگسازی اینه. آهنگسازی این نیست. آهنگسازی باید یک اتفاقی در درون هنرمند بیفته و اون تازه به قول حافظ، قول حافظ که میفرماید عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. اول آهنگسازی خیلی آسونه، اما بعد میفته مشکل ها، بعد یک اتفاقی بفته. ما ضعف آهنگسازی داریم. آهنگسازی ماشینی نیست، نمیشه مکانیکی آهنگساز، باید اتفاقی بیفته که آهنگ تاثیرگذار بتونه که داشته باشه. متاسفانه در این زمان ما داریم آهنگسازی ضعف داریم، هرچند از نظر تنظیم خیلی پیشرفت کردیم، اما تنظیم فرق میکنه با آهنگسازی. یه نفر ممکن در دانشگاه آهنگسازی بخونه، یعنی علم تنظیم بلد باشه، اما خب ساختن ملودی، پیدا کردن ملودی، جستجو کردن ملودی و دریافت اون یک بحث دیگه است. بسیار عالی استاد عزیز.
استاد آثار زیادی رو شما منتشر کردید و شاید حالا بخوایم از روش هم اسامیش رو بگیم خیلی طولانی خواهد بود و حالا تو این کتاب های اخیری هم که شما منتشر شده فهرست اینها هست و میتونن دوستان رجوع بکنن به این آثار و بشنون و از لطف مزرابای شما بهره مند بشن. در مورد اجرایی که به تحت عنوان شکوه حالا در رسای استاد زنده یاد پرویز مشکاتیان ساختید، در مورد اون اگه بشه یه توضیحی رو بفرمایید و اینکه آیا قصد انتشار یا نوت نویسی رو دارید اثر شکوه؟ آره، عرضم بزنید که شکوه رو یه قطعه شش چهارم هستش که سالها پیش اونو من ساخته بودم و بذارید تولدش بگم که چطوری این آلبوم شکوه تولید شد. اینو من یک مجموعه اصفهانی داشتم زحمت میکردم که آقای پور اخباس هم اونو خوندن. من یه آوازی طراحی کردم، این آواز اول خودم تو استودیو رفتم زدم که بعد بدم آقای اخباس که مثل این آواز رو بخونم. موقعی که این آواز زدم ساز همایون کوک، چون کوک اصفهان همایون مثل همه، احساس کردم که سازم خیلی خوب جواب میده، اینا حال خودم خوب بود اینا. بعد یه بار به صدا بردار کردم برو رو زد. بعد من قطعه شکفر رو که قبلا ساخته بودم بزن مقدمه اول زدم و بداهه آوازا رو همینطور ادامه دادم و بعد در گوشه بیدادش قطعه افسون افسانه رو افسانه افسانه که قبلا ساخته بودم زدم و تموم شد و دیدم که همشم شده نیم ساعت. این آلبوم شکوه به این صورت شکل گرفت. دیدم که شکوهش هم این همایون یک طرف آلبومش همایون، بعد به فروغ شدم که پس طرف کامل دیگرشم کامل کنم. قطعه عباطر انتخاب کردم، مقدمش ساخته بودم، رفتم تو استودیو مقدمه رو زدم و بقیه آوازا رو بدای زدم تا قسمت بعدشم تموم شد. بعد موقعی گوش کردم دیدم که نمیشه که اینو مشکاتیان همون سال 88 فوت کرده بود. گفتم اینو تقدیم کنم به روان شاد استادم جناب مشکاتیان. البته نوتش نوشته شده، نوت قطعه شکل نوشته شده. من قرار بود که قطعات که تمام قطعاتی که در همایون رو اصفهان ساختم نوتیش نوشته شده، قرار بود که کتاب بکنم که این یه مقدار به تاخیر افتاد، اما امیدوارم که این کارم انجام بشه. مثل کتاب به حساب یاد دوست و فریاد خزان، که فریاد خزان قطعات شور افشاری که نوتشم نوشتم و قطعات همایون و سگارم میخواستم به یک کتاب کنم که فعلا میسر نشد، اما نوتش موجود هستش. استاد این کتاب در واقع افشاری و شور افشاری که تألیف فرمودین نگاه جدیدی رو به موسیقی، یعنی به مقوله آهنگسازی و در واقع ساخت ملودی برای سنتور در نظر گرفتید و در نوا و اصفهان هم به نظر میرسه که حالا غیر از اینکه در کوکهای غیر متداول این رو نوشتی، یعنی در چپ کوک هست، هم باز هم فضای متفاوتی رو خواستید اونجا به رشته تحریر بیارید. در این مورد هم اگر بشه به دوستان توضیحی بدید ممنون میشم. عرضم به حضور شما که این کتاب ها رو به این دلیل تولید کردم که کل قطعاتی که در طول زندگی ساختم، قطعاتی بی کلام، رو خواستم در یک کتاب، در یک مجموعه باشه برای هنرجان بتونن که استفاده کنم. و کتاب اول همون به یاد دوست بود،
که قطعات شده از سالها مختلف سال. اینا همه قطعات ساخته شده از اینا قطعات بداهه نیستش، یعنی قطعات بداهه ما مثلا نوت نکردن، یعنی قطعات ساخته شده است که خواستم در یک پکیجی باشه، همونطور شور افشاری. بعد کتاب بعدی هم که قرار بوده که چاپ بشه مجموعه کاری که تو ماهور و بهتر ساخته بودم که نوت نویسیش شده البته، و کتاب بعدی قطعاتی که کل قطعاتی که در دشتی و اواتار ساختم نوتش نوشته شده، و قطعه کتاب پنجم که همین کتاب همایون هستش و سگاه که کل قطعاتش نوشته شده، یه همین قطعه شکمه هم در اون کتاب باید باشه که تولید بشه، که هنوز این سه تا کتاب آلبوم آخر. صبح روشن هم هست تو این کتاب. صبح و شب، بله صبح و شب، بله، آره، صبح و شب، صبح و شب اگه کتاب چاپ بشه نوتش نوشته شده، همینا نوتش نوشته شده با سی دی با فایل صوتیش. استاد ما امشب خیلی از حضورتون استفاده کردیم، میدونم تا خستتونم کردیم تو این در واقع تا پازی خواهش شب میکنم. که به گفتگو نشستیم. از این شما در از همینجا قول در واقع گفت ادامه این گفت شنود رو از اینجا ازتون میگیریم توی مجال مناسب، و خیلی صحبت های ناگفته مان به خاطر کمبود وقت و تنوع موضوعات، ایشالا بهش میپردازیم. یکی از موارد حالا تجربیت شما یه بعد دیگر توی بحث هنر سازسازی هست که میشه در یک فرصتی بهش پرداخت، پژوهش هایی که در خصوص در واقع آسیب شناسی هنر موسیقی انجام دادید، بحث حالا موضوع حالا تحریم موسیقی و این مواردی که روش مطالعه فرمودید و خیلی موارد دیگه که تجربیاتتون قطعا برای دوستان و دوستان میتواند مفید باشد. ایشالله توی مجالی از شما قولش رو وعده رو میگیریم ایشالله که باز در خدمتون باشیم به گفتگو بنشینیم. یک سال نهایی، شما الان تدریس هم دارید استاد؟ نه الان که نه، چون الان به سلام من از کانادا برگشتم که یه سری کارا رو انجام بدم، کارهای ضبطی دارم مجموعه رو باید جمع کنم، و الان در کانادا که بودم تدریس داشتم، یعنی اونجا آموزشگاه تدریس میکردم و هنرجوام دارم، اما اینجا که نه، اینجا فعلا هم آنلاین شرایط هم قرنطینه هست، هم شرایط قرنطینه رو باید رعایت کنم، هم یه کار دیگه دارم انجام بدم، و دیگه من تدریسامو خیلی وقت کردم، تدریس خیلی کار آنلاین کردم. هم جای استاد یا خیر؟ نه تدریس آنلاین ندارم. اصلا به عقیده شما آنلاین این چیز حس استاد شاگردی قابل انتقال هست یا نه نیستش، باید نیستش کپی بشه؟ نفس استاد و وجود هنرجو اینا باید باشه، اما خب اگر ممکن زمان یه طوری باشه که اجتناب ناپذیر باشه، دستا چاره نباشه، اما اگر به اون روش باشه، حضوری باشه، خیلی مثمرتر بهتر. استاد با پنجه های شیرین خود مضراب خودتون ما رو بهرمه میفرمایید ایشون. خواهش میکنم، فقط لطف بفرمایید که من چند دقیقه باید بزنم، چطور الان باید بزنم که اگه نظر ما رو میپرسید هرچی بیشتر بهترم. خیلی خوب، بله باشه، حالا بین شور و اواتار شما یکیش انتخاب کنید، بگم کدومش بزنم. خب اگه انتخاب خوبه، اولین باره که این حق انتخاب رو به ما میدن و فضای شور و ابوعطا استاد عزیز به هم تا یه حدی نزدیک هست، به اصطلاح این که آها، میگن این مثال این که میگن هر دوانه، یه جورایی آره، اینه که هر دوش قطعا دلنشین و شیرین خواهد بود. حالا شما چون پرسیدید، من میگم که اگر شما صلاح بدونید از شور درآمد بکنید، اگه حسش بود اشاره هم به ابوعطا میشه کرد یا نبود، هر جوری خودتون دیگه میدونید. باشه جان. فقط من چیز رو فقط این دستگاه رو باید بگردونم ببینم که بین شما تصویر سنتور میفته یا نه، خوبه یا نه، تصویر یا سنتور هم هست؟ بله آقا، یک خب منم برم. بله، خیلی عالی. من کامنت ها رو میبندم
که چیز نشه، خواهش میکنم دوستان قلب نفرستن که صدا کیفیتش افت پیدا میکنه. خب
ممنون. استاد عزیز، بسیار لذت بردیم. درود بر شما، دست مریزاد. واقعا الان فضای هنری ما شاید بشه گفت تشنه این مضرابهای، این گونه مضرابهای اصیل و دلنشین هست. بنده که واقعا سرشار شدم این حته خوب و زیبا، بی نهایت از شما سپاسگزارم و یکی از بهترین برنامه ها رو با جناب عالی ما با یکدیگر داشتیم. خواهش میکنم، چون ممکنه بعضی سوال کنن، اسم این قطعه آخری که زدم ابدیت در ابهات. بله بله، نوت شده استادین یا منتشر شده؟ نوت شده اما منتشر نشده، جز کتاب های بعدی که با ایشالله چک برای هستیم که ایشالله از این که این کتاب هم بیاد عرضه بشه تو جامعه موسیقی و ازش دوستان استفاده بکنن. بی نهایت از شما متشکرم استاد عزیز و مهربان. من از شما تشکر میکنم. ممنون. دستون در نکنه. خدا حفظتون. زنده باشید. از راه دور ما روی گلتون رو میبوسیم و دستتون رو به گرمی میفشاریم. شاید بعد از این ساز زیبا سخن گفتن خیلی موضوعیت نداشته باشه، بر این مبنا از حضورتون کسب اجازه و رخصت میگیریم که مصدده نشیم و مرخص بشیم از محضرتون. موفق باشیم. دستون درد. درود بر شما. سپاس از شما. به امید دیدار مجدد. خدا خدا نگهدار.